افغانها در ویرجینیا با اسم لیلا تیموری آشنا هستند. شاعره، نقاش و نویسنده‌ای که با افغانستان پیوندش را هیچگاه نگذسته و در طول 3 دهه در غربت و مهاجرت احساسات خود را در قالب اشعار، داستان‌های کوتاه و رسامی ابراز می‌دارد. اول یک حالتی آمد که یک شعر گفتم که دلم می‌خواهد امشب رنگ بازی ها کنم با رنگ. امی مصرع باعث شد که من رنگ و کنونس و مویک و همه چیز آماده کنم و شروع کنم به نقاشی که رنگ ها رو روی کنونس ریختم. نمیدانستم چی بکنم. درونم میخواست که یک زیبایی رو تقدیم بکنم برای خود، برای کسی که مشاهده میکنه، چون فضا بسیار دلگیر بود. در نقاشی های خانم تیموری پیام های جالب گنجانیده شده است که در میان آنها نقاشی وی به نام سنگسار تصویر از ظلم و خشونت علیه زنان افغان را حکایت میکند. خود این مسئله سنگسار زن از بس که زیاد شده، باور کنین من نتونستم که هنر خود، یعنی قسم بیان بکنم که سنگسار و قدر زنه نباشه. بسیار احساس درد کردم و زن با یک آلتی که خون و خونشار بود نقاشی کردم زیر سنگ ها. لیلا با وجود مسئولیت ها و پیشبرد امور زندگی و تربیه فرزندانش، باز هم فعالیت های هنری و ادبی اش را کنار نمیگذارد. وی میگوید کارهای هنری وی تا کنون میان آمریکایی ها نیز علاقمند داشته است. ما 1-4 تابلوی خود که قلب بود با همو فضای عاشقانه، ایره یک دو نفر از امریکایی ها هست پیش ما خریدن. دیگه تاوسی که من نقاشی کردم بسیار زیاد، البته این تاوسی که در دیوار شما میبینین بسیار خورده است، بسیار در کنونس های بسیار کلان یعنی فروختم. مجله اثر یکی دیگر از آثار اوست که به تقاضای دوستان و علاقمندان ادبیات فارسی در ویرجینیا به چاپ می‌رسد. تیموری با نواری شعر و رسامی خود را به هم پیوند زده است. رنگ‌ها را روی کنونس ریختم و بازی کردم با رنگ‌ها و ناخودآگاه عین نوشته کردم و دیدم که عین خودش چقدر یک حرکت بسیار زیبا داره. خودش مثل یک پرواز است و خودش یک تابلوست. لیلا میگوید وای از سبک مدرن نقاشی امپرشنیسم پیروی میکند که واقعیت‌های جامعه‌اش را در بر دارد. ببینین چطور شعله‌های آتش زندگی و زیبایی را از هم از انسان میگیره. یعنی جنگ همه خوبی‌ها را از انسان میگیره، ولی صفا و صمیمیت و دوستی همه خوبی‌ها را به انسان میده. یعنی جنگ محور نفرت، محور نفرت بدی‌هاست، جنگ است، خشونت است، ولی محور عشق زیبایی است، زندگی است. علاقمندان به اشعار و آثار خانم تیموری در ایالت ویرجینیا و حومه آن ماهی یک بار در گردهمایی ادبی تحت نام خانه آینه جمع می شوند و این گونه جامعه غربت زده افغان با کمک لیلا تیموری و امثالش چراغ ادبیات فارسی دری را روشن نگه می دارند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ویرجینیا.